برگشتیم دوباره خوش آمدین بعد آقای برنامه صبح خورشید. خوشبختانه که مهماندار هستیم و در این بخش آقای وزیر احمد وکیلی با ما هستن، باشنده ولایت هرات و از هرات و باستان آمدن و میخوان صحبت داشته باشن از این ولایت زیبا و باستانی، از آنچه مشکلاتی که است و از آنچه پیشرفتایی که صورت گرفته، از آنچه حالا نظریات و آنچه گفته هایی که میخوان داشته باشن از این ولایت. خوش آمدین و صبحتان بخیر. سلام و عرض ادب خدمت شما و شنونده های عزیزی که فعلا ما را از شبکه جهانی خورشید بیننده هستن، صبح شما هم بخیر. تشکر، سلامت باشین. آقای وکیلی، میشه در نخست یک معرفی مختصر از ولایت هرات داشته باشین؟ تشکر، سلامت باشین. همونطور که برای ما شما روشن است، واضح است، هرات یکی از ولایت پرنفوذ افغانستان است و جز سه ولایتی هست که نفوذشان زیاد است و از نگاه فعالیت‌های اقتصادی خود ولایت هرات درصد بالای 55 درصد هست که در رشد اقتصاد افغانستان یک کمک فوق‌العاده خوب تونسته بکنه و زندگی در خود ولایت هرات نسبت به دیگر ولایات از نگاه ایمنی و مسائل اقتصادی و بالاخره زندگی که فعالیت های روزمره که ما میتونیم داشته باشیم در اونجا نسبت به دیگه ولایت راحت تر است و بالاخره ما تونستیم که یک تعریف بهتر از رو داشته باشیم نسبت به دیگه ولایات در قسمت ایمینه و سایر مسائل که هست. از این قسمت بسیار خوشحال هستیم، از اینکه حداقل حالا یک باشنده از یک ولایتی میه و از خوبی ها و از امنیت و از آنچه پیشرفت هایی که در ولایتشان صورت گرفته و وجود داره صحبت می داشته باشن. روی مسائل بعدی صحبت بکنین آقای وکیلی، روی موارد صحی، شفاخانه ها، مکاتب، پانتون ها از چه قرار هست، آنجا امکاناتی که دارن این ولایت، شرایطی که هست برای شهروندان و باشندگان این ولایت. در قسمت مکاتب من میتونم روی یک نکته اشاره کنم که از جایی که ما شما در افغانستان زندگی میکنین یکی از مشکلات عمده که ما شما دارین در قسمت مکاتب است. اساتیدی که در مکاتب استخدام میشن اساس از او کیفیت نیست، یعنی کار به اهل از او سپرده نمیشه. اکثریت اساتیدی که هستن در او قسمت از رشته فارغ شده، یعنی لیسانس شده که میره خلاف رشته خود تدریس میکنه و در این قسمت تمرکز روی از این نمیشه که بالاخره کسی که در قسمت تعلیم تربیه آمده، پانزه تعلیم تربیه را خوانده و یا یکی ادبیات خوانده، در همون قسمت او بیا یک تعریف خوب داشته باشه که یعنی خود یک استاد چی هست، چطور باید او فعالیت داشته باشه و اما شیوه تدریس از باید چطور باشه، که متاسفانه در این قسمت ما در خود ولایت هرات هم همونطور که در دیگه ولایت هست ما مشکلات داریم. ولی در قسمت پوانتون یا همو دانشگاه هرات که هست این مشکل کمتر است. اساتید ورزیده دارم، از جایی که من شخصا لیسانس اقتصاد هستم سال 1395، تا او سال که من در پوانتون هرات بودم اساتیدش خوب بود، اما شیوه تدریس از اونا خوب بود، کلیکولم درسی از اونا سال به سال اپدیت شده میرفت بالا. در این قسمت ما مشکل نداشتیم و تقریبا خوب بود نسبت به امو کلیکولم درسی که در خود مکاتب است و بالاخره اساتیدی که در اونجا استخدام میشه. نسبت به اونا واقعیت یک سطح خیلی فوق العاده خوب و بالا بود. در قسمت شفاخانه که شما سوال کردین از ما، شفاخانه ایراد که است به خصوص 650 بستر که فعلا شده، خود 250 بستر ارتقا پیدا کرده، او شفاخانه قسمت نظافت و پاکی از او خوب است، بدک نیست. چرا؟ چون در اون قسمت که است آمدن استخدام کردن بالاخره در بخش های مختلفه از او کارمندای استخدام کردن، بالاخره حتی یک بست 7 و 8 اضافه کردن در اونجا که در قسمت محیط زیست بیامده میتونه کمک کنه، بالاخره خوب است. تا
شفاخانه اش تخصص. بله بسیار خوب. آقای وکیلی، قسمی که شما هم یاد کردین که بعضی از مشکلات وجود داره، بعضی از پیشرفت‌های هم وجود داره خوشبختانه در این ولایت، پس بگوین که وضعیت اقتصادی این ولایت چگونه هست؟ مردم این ولایت سطح درآمدشون را از کدام منبع عایداتی به دست میارن؟ چگونه کار میکنن و کدام کار مصروف هستن؟ میشه کم معلومات بدین؟ از جایی که من شخصا سال 1395 از پانتون هرات فارغ شدم، تقریبا مدت یک و نیم سال مدیر عامل بخش شرکت تولیدی هرات دنیا بودم در خود از شرکه سنتی هرات که است. خود کمپانی و شرکت تولیدی هرات دنیا که است یک نام مشهور فعلا در خود سطح افغانستان داره و در تقریبا 26-25 ولایت افغانستان که است و نمو تولیداتش داره. اما سایه کاری بخصوص برای قشر جوان، برای کسایی که صد اقتصاد از اونا پایین است، تقریبا بخور نمیر است، یعنی خوب است. چرا؟ چون با یک اگر معاش کم داره، همچون یک شرکت هایی که هست، من از اونا بسیار تشکری میکنم که اونا آمدن یک کمک کردن که به طور 24 ساعته در قسمت فعالیت دارن، یعنی یک شیفت از طرف روز دارن که اکثریت جوان ها که هستن اونا میان اونجا کار میکنن و یک شیفت از شب دارن. طفلا یا بچه هایی که مثلا از طرف روز اونا مکتب میرن تدریس و بالاخره یک گپ هست، اونا از طرف شب میتونن بیان و مصارف روزانه خور از اونجا پیدا کنن به دست بیارن و سایر دوستایی که یک جای دیگه وظیفه دارن میتونن به خاطر مشکلات زندگی که دارن اونا از طرف شب میرن اونجا کار میکنن. و نمیتونیم بگیم 100% این چیز 30 یا 35% هست و اموتا که برای ما شما معلوم است و در سر و سر افغانستان مشکلات اقتصادی هست، بیکاری هست که یکی از امو مشکلات عمده که خود ولایت هرات داره. امو زیاد نفوذ شده در ولایت و از دیگه ولایت آمدن، از ولسوالی آمدن در اموش خود شهر هرات جمع کردن، ولی متاسفانه امو سطح چه ظرفیت کاری پایین آمده. بله بیکاری زیاد شده. بسیار خب، موارد خوبی را اشاره کردین شما، از تحصیل و تعلیم و شفاخانه و از سطح اقتصادی و مشکلاتی که وجود داشت چه خوب از اشاره بکنین. خاص شما و من هست یک باشنده ولایت هرات آمدین صحبت میخواین داشته باشین، در مجموع مردم این ولایت و باشندگانی که در این ولایت هستن دچار چه مشکلاتی هستن؟ از مشکلات اگر یادآوری بکنین و خاصتان از کسایی که مسئول هستن، حکومت محلی، حکومت مرکزی چی هست؟ کدام اقدامات را باید به خاطر بهبود بخشیدن وضعیت این ولایت و حالا سطح ترقی و پیشرفت این ولایت انجام بدن؟ تشکر. خاص من از مستقیم از خود آقای رئیس جمهور خواست مایی هست که از شما خواهش مایی هست که بیاین یک کم تمرکز روی جوان ها داشته باشین. تمرکز کردن، دارن، ولی کم، 1% خیلی کم. من خود من شخصا وقت محصل هستم با 1% از زحماتی که کشیدم در قسمت پوانتون آمدم فارغ شدم، لیسانس هستم، ولی فعلا من نباید کار شخصی بکنم. من فرزند شخصا از همچون من هزاران جوان دیگه هست، نه تنها ایراد و در سایر ولایت هم هست که من تخصصم از بخش بانکینگ هست، از بانکینگ است، ولی من نباید حالا کار شخصی بکنم. و خواستم از دولتی است که روی جوان ها تمرکز کردن، امیر رو بیشتر کنن، اما کار رو به اهل از او بسپرن. ما کسای در ایراد دارن که آمدن خلاف رشته آمدن کار میکنن. بله بالاخره امو آمدن گفتن که تجربه دارن. باش من وقت از پانتون فارغ میشم، وقت من از پانتون فارغ میشم برای من به هر سکتور دولتی میرم سی وی میدم یا بشینم که از من سوال داشته باشن، اونا مرا میگن که تو حداقل باید 3 سال تجربه کاری داشته باشی. وقت من شخصا محصل هستم، جوان هستم، اما پانتون بله تجربه از کجا کنم؟ و شما وقت تجربه را به علم ارجحیت میدین، پس امور رو از ابتدا بگین که طرف دنبال امو علم درست است. او یک سرمایه بالاخره هم مادی است، هم معنوی است و یک سرمایه شخصی است که از اوی چیز بالا نیست. ولی خواست مایی است که در این قسمت وقت شما همچون مسئله میان برای ما پیش میکنین،
خب چی شد وقتی شما میان عمو تجربه رو به علم مرجعیت میدین؟ من شخصا ناامید میشم، مجبور هستم یا کار شخصی کنم یا گریز از وطن باشم. بله این کار خیلی مشکل است که بعضی از جوانان خلاف رشته میرن کار میکنن، زمانی که ما شما آگاهی نداشته باشیم در رابطه با یک موضوع ما هیچ گونه نمیتونیم که همان کار را به موفقیت انجام بدیم. پس خوب است که حکومت هم توجه هایی داشته باشن. آقای وکیل شما یادآور شدین که توجه دارن هم آنقدر نی، آیا حکومت مرکزی از آقای رئیس جمهور آمدن از این ولایت دیدن کردن، از جوانان دیدن کردن، پرسان کردن که عمده ترین مشکل شما چی هست، چقدر و مشکلاتی از اینا رسیدگی صورت گرفت؟ تشکر از شما جناب آقای رئیس جمهور. من این چیز را نمیخواستم بگم ولی میگم بخاطر از اینکه سوال شما در این مورد هست که جناب آقای رئیس جمهور قبل از این سفر که به هرات آمدن سفرهای دیگه هم داشتن و اولای دیگه هم برای ما دادن. من شخصا یک کسی بودم که در پروسه انتخابات قبلی که بود من خودم شخصا رأی دادم، ولی در این دوره از پارلمان شروع خودم شخصا رأی ندادم. چرا؟ اینجا دلیل دارم. من برای من قولای دادن که برای من شخصا نه، برای جوانای همچون من قولای دادن که به او عمل نکردن. بله به او عمل نکردن که برای خود ما معلوم است و بالاخره هم رسانه ها از او آگاهی دارن و در صفحه های اجتماعی اکثریت هم درخواست هایی که ما از اونا کردیم به اونا برای ما پاسخ مثبت دادن، جواب دادن، ولی متاسفانه عملی نکردن. ما تقاضای ما ای است که حداقل اگر او وقت برای ما قول دادن و به او قول خواه عمل نکردن، اینا فعلا که آمدن در این سفرشون در هرات بودن، خواهش ما از او است که ای است از اونا که فقط اینمو چند تا قوله که برای ما به هرات دادن همین سفر که آمدن حداقل 10% امو رو برای ما عملی بسازن. بله بله. ما انشالله موفق شد. ممنونتون آقای وکیلی. باز هم ولایت هرات خوشبختانه که در شرایط خوبی هست و خوشبختانه که شاهدش هستیم که پیشرفت و صورت گرفته و مشکلات کمتر هست. امیدوار هستم که باز هم بیشتر توجه شما بالای هر ولایت دیگر از لازم امنیتی اول اقدامی داشته باشن و همچنان آقای وکیلی موردیم که اشاره کردن انشالله که توجه صورت بگیره و اقدامی داشته باشن و صرف حکومت محلی و حکومت مرکزی و آقای رئیس جمهور آقای غنی. و با امیدی هستیم که یک روز جوانان خودشان بتونن فعالیتی داشته باشن و حق خودشان را بگیرن، چون حق دادن همیشه و گرفته همیشه. ممنون از اینکه ما را بیننده هستین. وقفه داریم.